میر محمد عظیم بیگی سیپایی، رهبر قیام کنندگان مردم هزاره بر ضد استبداد امیر عبدالرحمن خان. میر محمد عظیم بیگ کوشش کرد تا قیام تمام هزارستان را در بر گیرد. بنا به دعوت محمد عظیم بیگ یک اجلاس عمومی و یا جرگه عمومی میران هزاره در منطقه اوقل شهرستان تشکیل یافت و همه با یکدیگر تصمیم مهمی مبنی بر اعلام جنگ و مقاومت بر علیه امیر کابل را صادر کردند. در اخیر تمام آنها در پشت قرآن کریم امضا و یا مهر خود را به یادگار گذاشتند. قیام مردم هزاره دارای شکل سیاسی بود. بعد از اعلان قیام علیه امیر کابل، آتش قیام شعله‌ور ترگشت و قیام نیروی تازه‌ای به خود گرفت. قیام تمام هزارستان را فرا گرفت و حتی مأمورین هزاره در دربار کابل و عساکر هزاره که در میان قوای امیر بودند نیز راه هزارستان را در پیش گرفته و به قیام کنندگان پیوستند. قیام در ماه اپریل سال 1892 میلادی برابر با حمله فروردین 1270 هجری شمسی از مناطق اشغال شده آغاز شد و تمام مراکز دولتی را تسخیر نمودند. سلام دوستان عزیز و همراهان همیشگی یوتیوب چینل نوای هزارستان و سلسله معرفی مفاخر و مشاهیر، بزرگان نامدار و گمنام، سرداران سرافراز قوم و نام آوران بیریا و گمنام هزارستان بزرگ، این بار نوبت رسیده به یکی از مبارزان نامدار و خوشنام مبارزات تاریخی و جریان عدالت خواهی، میر محمد عظیم بیگ سیپایی، رهبر قیام کنندگان مردم هزاره بر ضد استبداد امیر عبدالرحمن خان، یکی دیگر از نخستین احیاگر بران هویت سیاسی اجتماعی، تاریخ معاصر افغانستان و جنبش مشروطیت. با ما همراه باشید. این ویدیو و ویدیوهای دیگر ما را حتما لایک نموده با دوستانتان هم شیر و شریک کنید و اگر چینل نوای هزارستان را تا حالا سابسکرایب نکرده اید همین حالا سابسکرایب نمایید تا از تاریخ سرفرازی های سربداران هزارستان بزرگ آگاه شوید و بیشتر بدانید. پیشینه جنبش عدالت خواهی در افغانستان، نگاهی به زندگی و عملکرد احیاگران هویت سیاسی اجتماعی، تاریخ معاصر افغانستان. همان گونه که در قسمت نخست عرض نمودیم، ما در این مجموعه برآنیم تا همراهان و دنبال کنندگان عزیز را با حرکت‌های اصلاحی و عدالت خواهانه که در طول یک و نیم قرن اخیر در کشور انجام گرفته و سرانجام با رهبری خردمندانه شهید مزار رحمت الله و با مقاومت غرب کابل، جنبش عدالت خواهی و خیزش عمومی و فرهنگ سیاسی تبدیل و وارد ادبیات سیاسی در کشور می‌گردد آشنا نموده، امیدواریم که این کار بتواند در شناخت ما از این موضوع مفید واقع شده و بتواند دریچه‌های نو را برای حل معضلات و مسائل کشور بگشاید. بنابراین ضمن آشنا نمودن دنبال کنندگان نوای هزارستان با حرکت های شجاعانه و اصلاحی میر یزدان بخش که در سال 1211 هجری شمسی انجام داد و در ویدیوی قبلی بدان پرداختیم، از اقدام فرهنگی پدر تاریخ نویسی کشور فیض محمد کاتب هزاره، اقدام انقلابی شهید عبدالخالق در سال 1312 که به ترور نادرشاه منجر گردید، از مبارزات آزادی بخش محمد ابراهیم خان گاوسوار، محمد ابراهیم خان گاوسوار 1324 هجری شمسی و علامه شهید بلخی رحمت الله 1329 هجری شمسی گرفته تا جنبش عدالت خواهی که شهید مزاری در غرب کابل پایه‌گذاری نموده سخن و میان خواهیم آورد و حوادثی که در این سالها اتفاق افتاده را پیش روی قضاوت خوانندگان محترم می‌گذاریم. اگر به یاد داشته باشید گفتیم که میر یزدان بخش رهبر قبول شده بهسود توجهش را به امور ولایتش معطوف داشته و تعداد زیادی از رهبران کوچک را مخور نموده و رهبر بلا منازعه بهسود گردید که هیچ میری تا آن وقت بدان دست نیافته بود. در مقابل گردنکشان و کسانی که با پلانها و برنامه‌هایش مخالف بودند آشتی ناپذیر بود، ولی از طرف دیگر منافع مردمش را همیشه در نظر داشت و نام وی پیش هزارها به احترام و عزت گرفته میشد. میر هزاره نخست توجهش را به شاه راه کابل بامیان معطوف نمود که خوشبختانه با اقدامات میر یزدان بخش نظم و آرامش حکم فرما گردید و راه ها مسئول و بی‌خطر شد. میر مخصوصا به حفظ و امنیت راه ها که قافله ها عبور می کردن توجه فراوان داشت. فعالیت های خوبی میر باعث شد که او به عنوان رهبر با قدرت و توانایی عالی در بین هزاره ها یاد شود که مورد توجه شیعیان و حکومت کابل نیز قرار گرفت. شیعیان به خودشان از موجودیت یک متحد مقتدر نوید میدادند که در وقت ضرورت به درد میخورد و حکومت کابل نیز از نظرات و تأثیرات قدرت و استحکام وی در هزارستان در تشویش و حراس بود. امیر دوست محمد خان از اینکه در کوهستانات سرد و سرکش هزارستان رهبری را میدید که روز به روز قدرتش در هر جهت در حال گسترش است،
شهرتی که پایدار و مقاوم می نمود، زیرا بانو بخی عالی به وجود آمده و با وفاداری مستحکم گردیده بود. بنابراین دوست محمد خان سلامتی و امنی خود را در خطر دید و از این رو طرح نابودی میر بهسود را ریخت. امیر دوست محمد خان از طریق قزلباش های کابل سعی نمود تا رابط خود را با میر هزاره تحکیم ببخشد و لذا با امضای خود در ورق قرآن که از او دعوت نمود به کابل برای ملاقات امیر بیاید، امیر این دعوت نامه را توسط افراد سرشناس اهل تشیع کابل به میر یزدان بخش فرستاد. وقتی میر بهسود دید که مصنوعیت او از جانب همسبان خودش تضمین شده بود، میر تصمیم گرفت به دربار کابل برود، اما زوجه او که دختر زعیم دای زنگی بود، شوهر را از رفتن به کابل برحذر داشت. نام بردن نسبت به شوهر در ارتباط با مشکوک بودن و صداقت و راستی امیر هوشیارتر بود و همیشه او را مشوره میداد تا به امیر کابل اعتماد نکند و خود را به دسترس آن قرار ندهد. ولی این بار حتی خانم زیرکی میر هزاره نیز موفق نگردید تا شوهرش دعوت امیر را رد کند یا مانع رفتن او به کابل شود. لذا با شجاعت معمول و همیشگی این بار نیز لباس و سلاح در بر کرد و مثل یک سپاهی دلیر به معیت شوهر خود روانه کابل شد. امیر دوست محمد خان از میر هزاره در کابل به خوبی استقبال کرد، اما به زودی مهمانان خود را اسیر ساخت. هرچند میر هزاره و همسرش از این اسارت جان سالم به در بردن و موفق به فرار گردیدن، اما در نهایت حاجی خان کاکر از برجسته‌ترین اعیان دوست محمد خان و والی بامیان بالاخره در سال 1832 میلادی برابر با 1211 شمسی میر هزاره با حیله و نیرنگ دستگیر و سرانجام به قتل رساند. با این همه اما برویم سراغ فرد شماره دوم مجموعه پیشرو، کسی که قرار بود در این ویدیو با معرفی گرفته شود، یعنی میر محمد عظیم بیگ سپایی. میر محمد عظیم بیگ سپایی یکی از پرنفوذترین میران هزارستان بزرگ در قیام بر ضد استبداد بود. میر محمد عظیم بیگ که به نام میر دایزنگی شهرت داشت، از ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی بود. وی در سال 1887 میلادی مطابق با 1256 هجری شمسی از جمله اولین میرهای هزاره بود. حکومت کابل را به رسمیت شناخت و در مقابل نیز لقب سرداری را به دست آورد. سیاست جابرانه، استبدادی و ظلم و ستم امیر عبدالرحمن خان در هزارستان باعث گردید که میر عظیم بیگ با این سیاست امیر موافقت نکند. بنابراین او تصمیم گرفت تا در فرصت مناسب با نیروهای خود به قیام کنندگان بپیوندد و نیروهای منظم و مسلح هزاره های فولادی، دایه، میر آدینه، چوره، سلطان احمد و زاولی نیز تحت رهبری وی قرار داشتند. میر محمد عظیم بیگ کوشش کرد تا قیام تمام هزارستان را در بر گیرد. بنا به دعوت محمد عظیم بیگ یک اجلاس عمومی و یا جرگه عمومی میران هزاره در منطقه اوقل شهرستان تشکیل یافت. و همه با یکدیگر تصمیم مهمی مبنی بر اعلام جنگ و مقاومت بر علیه امیر کابل را صادر کردند. در اخیر تمام آنها در پشت قرآن کریم امضا و یا مهر خود را به یادگار گذاشتند. قیام مردم هزاره دارای شکل سیاسی بود. بعد از اعلان قیام علیه امیر کابل، آتش قیام شعله‌ور ترگشت و قیام نیروی تازه‌ای به خود گرفت. قیام تمام هزارستان را فرا گرفت و حتی مامورین هزاره در دربار کابل و اساکر هزاره که در میان قوای امیر بودند نیز راه هزارستان را در پیش گرفته و به قیام کنندگان پیوستند. قیام در ماه اپریل سال 1892 میلادی برابر با حمله فروردین 1270 هجری شمسی از مناطق اشغال شده آغاز شد و تمام مراکز دولتی را تسخیر نمودند. مردم میمنه و حتی والی محمد شریف خان، ساکنین کابل، کوهستان، فیروزکوهی ها و جمشیدی ها نیز به حمایت از قیام کنند برخواستند. در ماه جون سال 1892 میلادی برابر با جوزا 1270 هجری شمسی، امیر کابل دست به حمله عمومی زد و جنگ خونین میان دو طرف در گرفت و قیام کنندگان مقاومت کردند. در ماه آگوست همان سال برابر با اسد یا مرداد ماه جنگ تعیین کننده در حجرستان در گرفت. محمد عظیم بیگ در این جنگ در حال پیروزی بود، اما در هنگام این جنگ پیروزمندانه خبر شکست محمد امیر بیگ الخانی رسید و سبب تضعیف روحی قیام کنندگان گردید و نیروی محمد عظیم بیگ از هم پاشید و در ساعات اخیر جنگ محمد عظیم بیگ دستگیر شد و بعداً در کابل اعدام گردید. روانش شاد و یادش گرامی بود. برای تماشای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.